برای کسی که با سیستمای دیگه تدوین خیلی کار کرده، مثل پریمیر یا اوید یا حالا فاینال کات 7، یا عادتی وجود داره که همیشه روی کلیپشون دابل کلیک میکنن و انتظارشون اینه که توی این یکی پنجره اینجا باز بشه و بتونن روش کار بکنن. پنجره دوم رو که اسمش Event Viewer هست و اینجا شما میتونید ببینید، اپل توی چند ورژن قبل اضافه کرد و حالا شما میتونید با دو تا پنجره کار بکنید که یکیش خروجی شماست، یکیش برای اون چیزیه که برای کلیپتونه. اما یکی از چیزایی که ممکنه خیلی به دردتون بخوره، خیلی 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 زیاد، مخصوصا تو اوایل کار که یعنی با فاینال کات داری کار میکنی، اینه که این کلیپ الان کجاست توی براوزر شما. شما میخواین ببینید که این کلیپ الان کجاست، چقدر زمان ازش مونده و حالا الاخر. هر چقدر روش دبل کلیک بکنید اتفاقی نمیفته. علتش اینه که شما باید از یه دستور اینجا استفاده بکنید به اسم Review in Browser یا Shift F. من خیلی به شدت توصیه میکنم این شورتکات رو حتما ازش استفاده بکنید. به طور مثال این رو شما انتخاب میکنید Shift F و حالا اینجا میتونید ببینید که مثلا Alt Pointش کجاست، این Pointش کجاست. میتونید مثلا این Point رو بیارید اینجا، Alt Point رو بیارید اینجا و اگر خواستید خود این رو درگ بکنید این رو و ریپلیس بکنید. هر چند که راستش خود من به شخص ترجیح میدم اصلا کلن این کارا رو انجام ندم، این بروزر رو کلن همه این رو هم ببندم و تمام تدوینم رو همینجا به این شکل انجام بدم با همون دستورهایی که توی درس قبل دیدیم. اگه خواستم ترین بکنم با نقطه و کاما ترین بکنم، یا اگه خواستم حالا کارهای دیگه انجام بدم، از تکنیک هایی که اینجا هستش استفاده بکنم به جای اینکه برم اونجا جابجا کنم بیام دور برگردم. خیلی این فرآیند طولانی تره به نسبت چیزی که الان توی فاینال کات X هست. دو تا دستور دیگه هم اینجا هست. یکی اینه که شما این پروژه رو ممکنه بخواید توی براوزرتون ببینید. دستورش اینجا Reveal Project in Browser. دقیقاً اون تایملاین خاص رو نشون شما میده و حالا شما اگه خواستید اینجا میتونید پاکش کنید، ازش کپی بگیرید و حالا الاخر. یه نکته دیگه هم هست. حالا ممکن شما بگید اصلا این راش من توی هاردم کجاست؟ شما خود اون کلیپ رو انتخاب میکنید، میاد توی فایل Reveal in Finder. به محض اینکه شما بزنید میاد توی فایندرتون بلافاصله اون کلیپ رو نشون شما میده. این سه تا دستور هم ممکنه خیلی به درد شما بخورن. اولی که Reveal in Browser است و خود من به شخص ازش خیلی زیاد استفاده میکنم. دوتای دیگه حالا کم و بیش، ولی مخصوصا شما زمانی که دارید سویش میکنید به فاینال کات X ممکنه این یه دونه جدا خیلی به دادتون برسه و خیلی از جاهایی که شما دارید هی روی کلیپتون دابل کلیک میکنید و میگید این چرا هیچ اتفاقی نمیفته، این دقیقاً Shift F جوابیه که در واقع شما دنبالش هستید.